به نام حق و حقیقت. درود بر شما حقجویان گرامی. در قسمت قبل مقدمه در مورد مدل های کیهان شناسی برای شما عزیزان بیان کردم و به صورت فهرستوار انواع مدل های کیهان شناسی مطرح در طول تاریخ را خدمت شما عزیزان عرضه کردم. توی این قسمت میخوام به ادامه تعارض های فیزیکی دین اسلام و قرآن بپردازم و از اونجایی که توی کامنت ها تعدادی از دوستان عزیز و بزرگوار سوالاتی رو در مورد تعارض نور ماه مطرح کرده بودن، صلاح رو بر این دیدم که توی این قسمت به عنوان ادامه تعارض نور ماه به اون سوالات پاسخ بدم. شاید اون سوالات شما عزیزان هم باشه و از قسمت بعد تعارض دیگه رو با هم دیگه شروع کنیم. که دوستان عزیز فرمودن لطفاً یقین رو تعریف کنید. من نمیدونم این سوال به کجای محتوای علمی کلیپ مرتبط بود، اما چون سوال بسیار مهمی هست و جزو سوالات بنیادی منطق و معرفت شناسی هست، به این مطلب می‌پردازم. گفتن یقین چیست؟ زمانی که ما گزاره‌های مختلفی در مورد جهان هستی به ذهنمون وارد می‌شود، حس ما نسبت به درستی این گزاره‌ها متفاوت هست. برخی از گزاره‌ها هستن که ما نسبت به صحت اونها شک داریم، یعنی نمیدونیم صحیح هست یا غلط هست. به این حالت میگن حالت شک. برخی از گزاره‌ها هستن که ما یک طرف رو بر دیگری ترجیح میدهیم، به این حالت میگن حالت ظن و گمان. یعنی مثلا شما 70% احتمال میدید که گزاره صادق باشه، 30% احتمال میدید که گزاره کاذب باشه. یعنی به این حالت نمیگن حالت شک. شک 50-50 است. تو این حالت میگیم که من گمان میکنم که این گزاره درست باشه. حس دیگه‌ای که ممکنه شما نسبت به یک گزاره داشته باشید حالت اطمینان است. این حس ها مرز مشخصی با هم دیگه ندارن، یعنی نمیشه گفتش که از اینجا به پایین ظنه و گمانه و از اینجا به بالا اطمینانه. ولی خب اگر احتمال صدق گزاره درون ذهن ما از حدی بیشتر بشود، ما میگیم که به صدق این گزاره اطمینان داریم، میگه که من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که یقین ندارید، یعنی ممکنه این اتفاق نیفته ولی شما اطمینان دارید، این که من مطمئنم که این کار رو فلانی انجام داده. میپرسید که آیا چشم خودت دیدی؟ میگه نه. یعنی دلیل منطقی داری؟ میگه نه. و چرا داری همینجوری حرف میزنی؟ میگه نه، من مطمئنم. مطمئن از یقین پایین تره، یعنی یقین نداره، احتمال خلافش صفر نیست ولی خب احتمال خلافش خیلی ضعیفه. از اطمینان بالاتر مرحله یقین هست. یعنی که شما دیگه احتمال خلاف نمیدید توی مسئله، یعنی گزاره نقیض این گزاره احتمال درستیش صفر باید باشه، محال عقلی باید باشه. خود یقین چند مرحله داره، یعنی یقین هم یک نوع یقین نیست. در مورد جهان خارج ما دو نوع یقین میتونیم داشته باشیم. یقین اول بهش میگن یقین نظری، یقین استدلالی، یقین علمی یا علم الیقین. یعنی چی؟ یعنی که کسی با برهان، با استدلال، با دلیل منطقی مطلبی رو برای شما اثبات بکنه، شما به اون گزاره یقین پیدا خواهید کرد. ولی از نوع یقین علمی، یقین نظری توجه داشته باشید. این که میگید یقین نظری دلیل نمیشه که گزاره احتمال خلاف داشته باشه، اونجوری که اصلا یقین نمیشه. شما یقین دارید، یعنی گزاره ای رو شما قبول دارید، از روی اون گزاره و سایر گزاره های دیگه‌ای که صدقشون یقینی هست، گزاره دیگری رو برای شما با روش یقینی اثبات یقینی میکنن، یعنی خطا درش راه نداره. اما به قدرت یقین شهودی نیست. فرض کنید که شما صدایی رو از پشت در اتاق میشنوید، یکی میاد پشت در اتاقتون میگه آقا در باز کن. من از شما میپرسم، میگم که آیا کسی پشت در هست؟ شما میگید قطعا بله. میگم شما که ندیدی پشت درو. میگه خب یک صدای الان اومد دیگه، صدا تولید کننده میخواد، محاله که صدا از عدم به وجود اومده باشه. پس یه چیزی، یه کسی پشت در هست که این صدا رو تولید کرده، یا انسانی است، یا ضبط صوتی که مثلا صدای انسان رو ضبط کرده داره پخش میکنه، یا طوطی هست که داره صدای انسان رو تقلید میکنه. بالاخره یه تولید کننده ای داره این صدا، یک برهان عقلیه. ولی وقتی که فرد بلند میشه در رو باز میکنه و مشاهده میکنه که پشت در کیست یا چیست، اون وقت یقین شهودی، یقین تجربی، یقین حسی یا عین الیقین پیدا میکنه. به اینکه پشت در کیست، قدرت یقین های شهودی از یقین های نظری بیشتره. یعنی گزاره‌ای که با یقین شهودی اثبات شده باشه برای شما سخت‌تر خراب میشه در ذهن شما. برای همین بحث اثبات وجود خدا هم به این دو مدل یقین اشاره خواهیم کرد. در دوره آموزشی نقد برهان های اثبات خدا، بسیاری از برهان های اثبات وجود خدا برهان های نظری هستند، یعنی اثبات منطقی میخوان بگن که خدا وجود داره. کسی که با برهان به وجود خدا یا به عدم وجود خدا یقین پیدا کرده باشه، میشه راحت تر یقین اون رو خراب کرد تا
کسی که میاد میگه من با چشمان خودم خدا رو دیدم، من با خدا صحبت کردم، من تجربه نزدیک به مرگ داشتم که اون تجربه خدا رو دیدم، با خدا صحبت کردم، و دیگه این فرد با هزار دلیل و برهان هم شاید نیاد یقین خودش به وجود خدا رو خراب بکنه، هرچند که ممکنه مشاهداتش مشاهدات وهمی بوده باشه، یعنی در واقع شاید یقین‌های شهودی غلط باشن، ناشی از اختلالات ادراکی ما باشن. یعنی کسی کوررنگی داشته باشه میگه من با چشم خودم دارم میبینم این برگ سبزه، ولی خب در واقع اون برگ مثلا زرده، این کوررنگی داره اونو سبز میبینه، اما این فرد نسبت به سبز بودن برگ یقین شهودی داره، یقین تجربی داره و به همین راحتی ها نمیشه یقینش رو خراب کرد. خب در مورد جهان خارج ما همین دو تا یقین رو داریم، اما یک یقینی هست از اینها بالاتر نسبت به ادراکات وجودی ما که بهش میگن یقین وجودی یا حق الیقین. همون مثال فردی که کوررنگی داره، اون فرد میگه من دارم میبینم که این برگ سبزه، درسته که به سبز بودن برگ در جهان خارج یقین شهودی داره، ولی به این که داره این برگ رو سبز میبینه یقین وجودی داره، یعنی این رو دیگه به هیچ وجه تا ابد نمیتونه کسی براش نقض بکنه. ممکنه شما بهش اثبات بکنید که آقا شما داری توهم میزنی، اصلا برگی در کار نیست، آتشی در کار نیست، شما رو تخت خوابیدی داری میگی اسم میکنم که دارم میسوزم، اشکالی نداره. اینو ممکنه شما بتونید با یک سری باز مشاهداتی، یک سری دلیل های منطقی برای کسی اثبات بکنید که یقینش غلطه، اما در این که اون داره این ادراک رو انجام میده شما نمیتونید خدشه‌ای وارد بکنید، میگه خب من دارم این سبز رو میبینم دیگه، در این که دارم اینجا رو سبز میبینم شکی ندارم و نخواهم داشت. خب یقین های وجودی خیلی به بحث علمی مرتبط نمیشود، یه بحث کاملا نظری هست راجع به ذهن شناسی انسان و ما برای صدق و کذب گزاره ها فقط با یقین های شهودی و یقین های استدلالی کار داریم. امیدوارم که مسئله یقین برای شما عزیزان واضح شده باشه. دوست عزیز دیگه فرمودن که با سلام، لطفاً در کلیپ های بعدی صحبت های مثل این که روایت داریم یکی از علما گفته یا جایی از قرآن اومده رو حذف کنید یا حرفی رو نزنید یا مستند صحبت کنید. مطلبشون کاملا درسته، نقدشون وارد هست، اما من در مقام استدلال و اثبات نبودم که دو سه تا کلیپ قبلی، من فقط می‌خواستم به صورت فهرستوار مدل کیهان شناسی دین اسلام و سایر مدل های کیهان شناسی رو برای شما عزیزان بیان بکنم که شما فقط جایگاه بحث در ذهنتون روشن شده باشه. در آینده ما تک تک گزاره مطرح شده تو این کلیپ های قبلی رو به صورت مفصل هر کدوم شاید توی یک یا دو جلسه تمام ادله‌هاش رو جمع‌آوری می‌کنیم، با هم دیگه بحث می‌کنیم، نقد علمی می‌کنیم، نقد منطقی می‌کنیم و امیدوارم که شما عزیزان با ما توی این راه همراه باشید. ما بیش از 4-5 جلد قطور آیه و روایت در مورد کیهان شناسی و فیزیک داریم در دین اسلام، یعنی امامان و پیامبر اسلام مطالب زیادی راجع به فیزیک و کیهان شناسی بیان کردن که تک تک اون موارد می‌تونه به عنوان نقد علمی یا تعارض علمی دین با علم باشه و تک تک اون موارد میتونه به عنوان تعارضهای علمی دین اسلام مطرح بشود. در ادامه فرمودن که به نظر من از روایات و علما صحبت نشه کلا بهتره. سپاس که احساس میکنم این مطلب رو بیان میکنن که منظورش اینه که ما فقط از قرآن استدلال بیاریم. من علت این مطلب ایشون رو نمیفهمم. چرا ما داریم نقد دین اسلام رو انجام میدیم؟ دین اسلام که فقط قرآن نیست، دین اسلام روایات و کلام علمای اسلامی هم هست، همونطور که دین مسیحیت فقط انجیل نیست. به خصوص در مورد دین اسلام بیشتر مطالبی که ما در فقه داریم، در حقوق داریم، قوانین دینی اسلام از روایات همش استخراج شده. حتی علمای شیعه به روایات پیامبر اسلام هم خیلی اعتنایی در بحث فقه نمی‌کنند و میگن حدیث نبویه و خیلی به حدیث اعتنا نمی‌کنند، بیشتر از روایات امام باقر، امام صادق و امامان بعدی در مباحث فقهی تو حوزه‌های علمی شیعه استفاده میشه. اینکه بعضی از آخوندها وقتی من باهاشون بحث می‌کنم میگن که آه از روایات در ما استدلال نیار، تعارضی اگه پیدا می‌کنی در قرآن پیدا کن، این حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون اونا یاد گرفتن این کارو. هر روایتی که من براشون مطرح میکنم که با علم در تعارض هست میگن خب روایت جعلیه، ولی قرآن رو چون نمیتونن بگن جعلیه میگن از قرآن دلیل بیار. از قرآن هم که دلیل میاریم میگه نه این تفسیر داره، تأویل داره، منظورش این نیست. یعنی خب کلا نمیخوان زیر بار هیچ نوع تعارضی برن، همه روایت ها رو میگن جعلی، همه آیات قرآن هم میگن این ظهور کلام اینجا حجت نیست و تفسیر داره. در صورتی که هر دو گزاره‌ای که بیان میکنم غلطه، چطور در بحث فقه، در بحث خمس و زکات گرفتن از مردم، در بحث شلاق زدن و زندان کردن و دستقط کردن و اینا از روایات استفاده میکنن و اونجا حجت روایت در بحث این که ما باید ولایت فقیه داشته باشیم، حکومت دست آخوند باید باشه، این رو از روایات استفاده میکنن، این که تو قرآن نیست این مطالب. اما اینجایی که حالا روایت برخلاف میلشون شده میخوان بگن که روایت حجت نیست، این اسمش یک قوم و حواس. اما قرآن هم بارها عرض کردم ظهور کلام یک فرد عاقل حجت، فرق نداره چه قرآن باشه چه روایت باشه، کسی که حرفی رو زده باید پای حرفش وایسه. نمیشه اومد توجیهات و تعویلات و تفسیرات تخیلی انجام داد و گفتش که نه منظور گوینده این نیست، حالا منظورش این نبود، بعد همون که منظورش بود میگفت. اینو تو مقدمه همین دو
داره، کلیپ 1 و 2 برای شما عزیزان بحثش مفصل انجام داد. دوست عزیزی که اسم اکانتشون آتئیسم روانپریشی نوین هست و این جالبه که چقدر ایشون از آتئیسم بیزار بودن که حتی اسم اکانتشون رو این انتخاب کردن، پیام دادن که کسی که پنجه در پنجه های قرآن بیاندازد پنجه هایش خرد می‌شود. این کلیپ خیلی من دارو خوشحال کرد، واقعا منتقدان قرآن و خدا اینها هستن، علامت سوال و دو تا ایموجی خنده. در مورد این دوستان عزیز من میخوام چند تا نکته سریع به شما عزیزان بیان بکنم. نکته اول اینکه این کار خیلی کار خوبی هست و من خیلی خوشحال میشم که دوستان مذهبی و بچهای سایبری تشریف میارن، کلیپ های ما رو مشاهده میکنن و کامنت میدن. اینکه این کارو انجام میدن واقعا کار خوب و مقدس است. خود من تعداد زیادی از دوستانم و شاگردانم در حوزه های علمیه رو به این سبک آتئیست کردم که میرفتم بهشون میگفتم که دوستان یه کانالی هست، حالا اون زمان ها مثلا کانال های آقای زئوس رو معرفی میکردم بهشون و میگفتم که فردی اسم به نام زئوس در فضای مجازی شبهاتی رو راجع به اثبات وجود خدا مطرح میکنه، بیاین بریم ما جهاد سایبری انجام بدیم و به این سوالات این فرد پاسخ بدیم، بریم کامنت بذاریم و توی کامنت ها پاسخ شبهاتی که داره مطرح بکنیم و کسی کلیپش رو دید پاسخش رو توی کامنت ها بتونه مشاهده بکنه. خب قطعا دوستان من توی حوزه استقبال میکردن از این مطلب و می اومدیم با هم دیگه شروع میکردیم که کلیپ ها رو گوش دادن و نقد کردن. از اونجایی که فضای حوزه های علمیه فضای بسته است، یعنی طلبه ها در حوزه های علمیه معمولا نظرات مخالف رو نشنیدن اصلا در عمرشون و همین باعث میشد که اینا یک بار حداقل نقد برهان ها رو هم مشاهده بکنن. و بسیاری از این دوستان عزیز زمانی که مثلا چندی دو کلیپ رو میومدن پاسخ بدن، کم کم توی باورهاشون دچار شک و شبهه میشدن و خیلی هاشون چون افراد اهل حق هستن، معمولا طلبه ها آدمای خیلی خوبی هستن، قشنگ اعتراف میکردن، میگفتن که استاد اینجا به نظر من حرف شما غلطه و آقای زئوس داره درست میگه. یعنی من با این سیاست تعداد زیادی از طلبه ها رو به راه حقیقت دعوت کردم و همینطور بچهای سایبری. خود من بنیانگذار یکی از ارتشای سایبری توی یکی از استان ها زیر نظر سازمان تبلیغات بودم و دقیقاً هدفم همین بود. بعدم طلبه هایی رو که احساس میکردم اینها افراد اهل حق هستن، یعنی منافع مالی ندارن، منافع اقتصادی ندارن از دین، واقعا احساس میکنن که دین حق هست، اینها رو میآوردم و میگفتم بریم توی فضای مجازی شبهات رو جواب بدیم. خیلی ها از اون افراد الان آتئیست هستن، بعضی از اون افراد حتی مجتهد هستن، استاد حوزه علمی هستن، استاد ترس خارج هستن و به اصطلاح طبق نظر عرف آیت الله هستن، یعنی مدرک سطح 4 حوزه علمی رو دارن و اینها به نظر من مهرهای بسیار ارزشمندی هستن، افرادی که کاملا به دین اسلام مسلط هستن و از اون طرف غلط بودن محتوای دین رو هم بهش رسیدن. همین دوست عزیز اگه واقعا مطالب رو پیگیری بکنن چند قسمت بعد ایشون هم میشن یکی از طرفداران حق و حقیقت. اما نکته دیگه که راجع به این کامنت میتونم بیان بکنم اینه که ایشون خودشون رو بنده خطاب کردن. این مطلب متاسفانه در فضای بچهای مذهبی خیلی جا افتاده هست که آموزش هایی میدن که مردم خودشون رو پست و حقیر و برده و بنده بدانن. آقا شما بنده نیستید، شما آقا هستید، شما رعیت نیستید، شما ارباب هستید، تک تک انسان ها ارزشمندن. خودتون رو بنده خطاب نکنید، بگید من، بگید خیلی من رو خوشحال کرد. شما بنده نیستید، شما بنده های حکومت نیستید، شما بنده های دین نیستید، شما بنده های موجودات فرازمینی نیستید، شما بنده های جن و ملک نیستید، شما بنده های خدا نیستید، خدایی که نیست. شما در واقع بنده اون کسی هستید که گفته خدا هست. نه، شما آزاد هستید، شما آقا هستید. خودتون رو پست نکنید، خودتون رو حقیر نکنید، خودتون رو دریابید. و تهدیدی هم که کردین که پنجه های ما خرد میشود، شاید واقعا این اتفاق بیفته، شاید واقعا منو دستگیر بکنن، شکنجه بکنن، بکشن و اتفاقات بسیار بدتری برای من پیش بیاد. اما من به نتیجه خیلی فکر نمیکنم، من به راه درست فکر میکنم. دوست دارم کار درست رو انجام بدم، دوست ندارم به این فکر کنم که اگر این کارو بکنم نتیجه چه میشود، حالا چون ممکنه خطری منو تهدید بکنه پس من این کارو انجام ندم. همونطور که تا حالا من سر این مسئله آسیب های جدی دیدم، یعنی این گونه نبوده که تا حالا من بی خطر از این مسئله عبور کرده باشم، ولی خب همه خطرها رو تا حالا به جونم خریدم در راه حق و حقیقت. این دوست عزیز کامنت دیگه ای گذاشتن، گفتن تکرار مدعا باعث اثباتش نمیشه، به جای شعار عمل کنید. با ادیان دیگه کاری ندارم، فقط یک تناقض علمی از قرآن پیدا کنید تا ادعایتون رو اثبات کرده باشید. حرف درستیه، ما شعار نمیدیم، مدعا رو هم تکرار نمیکنیم، ما فقط تناقض علمی مطرح میکنیم. همونطور که شما فرمودین، فقط یک تناقض علمی باعث میشه که ادعای ما اثبات بشه و تو این مسئله من با شما موافق هستم. دوست عزیزی به ایشون جواب دادن، گفتن یعنی این همه تناقضات قرآن رو گفت، یعنی هیچی متوجه نشدی؟ عجب، یا خیلی پرتی یا خیلی متعصبی، هم هر دو با هم. من خیلی با این کامنت موافق نیستم. افرادی که توی فضایی رشد کرده باشن، بزرگ شده باشن، ساختارهای ذهنیشون با مطالبی خوب پیدا کرده باشه، فونداسیون ذهنیشون اینا ریخته شده باشه، خیلی با یکی دو تا دلیل نمیشه انتظار داشت که اینا از نظراتشون برگردن. یک جراحی ذهنی احتیاج داره. ولی به مرور تک تک این شبهات، تک تک این تناقضها باعث میشه که این ستون محکم اعتقادات اینها ضرباتی بهش وارد شه و کم کم خرد بشه که در نهایت ممکنه بعد از مثلا 10 جلسه، 20 جلسه، 100 جلسه باور این افراد تغییر بکنه. شاید واقعا اینا متعصبم نباشن، گیجم نباشن، ولی ذهنشون برای اینکه دو
دچار تعارضهای دردناک ذهنی نشود، دچار جراحتهای عمیق ذهنی نشود، برای خودش توجیهاتی سرهم میکنه که این مطلب رو غلط جلوه بده. این مطلب اثبات شده است در مباحث ذهن‌شناسی. یعنی ذهن انسان به خصوص اگر از کودکی با محتوای رشد کرده باشه، خیلی سخت میاد باور میکنه که اون محتوا غلط هست. این دوست عزیز مذهبی جواب دادن که اینها تناقض نبود، اینها کج‌فهمی و بدفهمی یا از روی غرض و کینه مطرح شد. شما کدوم تناقض رو میگی من جواب بدم؟ خب معلومه که ایشون واقعا دنبال حقیقت هستن و ادعایشون این هستش که اهل بحث منطقی هستن. من استقبال میکنم از این دوست عزیز که بسته حق جویی رو دارن. آقای سام به ایشون جواب دادن که قرآن پر از تناقض و پر از اشتباهه. جدا از موضوع این ویدیو که راجع به نور ماه بود، مثلا در مورد خلقت زمین که 6 روز گفته، یا مثلا حرکت خورشید، یا هم شق القمر که به هیچ لحاظ منطقی نیست، و این ادله دیگه رو من برای شما بیان میکنم. خب من این کامنت رو که دیدم یه مقداری ناامید شدم از خودم. احساس کردم که نتونستم مطلب رو اونجوری که باید شاید جا بندازم، که اگر واقعا شما مطلب تعارض نور ماه رو خوب متوجه میشدید، یکی از قوی ترین تعارضهای علمی قرآن هست. این موارد دیگه مثل خلقت زمین در 6 روز و حرکت خورشید و شق القمر و اینا رو علمای اسلام میتونن یه جورایی توجیه کنن، ولی تا الان که من دارم این کلیپ رو برای شما ضبط میکنم، یک آیت الله، یک مجتهد، یک آخوند، یک فرد فیلسوف یا کلامی من سراغ ندارم که تونسته باشه جواب این شبهه رو داده باشه. یعنی شبهه نور ماه شبهه بسیار قدرتمندی است. تا پیشنهاد من اینه که شما به جای روی اون شبهات قابلیت توجیه و تعویل داره تمرکز بکنید، روی این شبهه تمرکز کنید. این رو سعی کنید جا بندازید، مطرح بکنید. اینو نمیتونن جواب بدن. این شبهه شبهه بسیار قوی و قدرتمندی است. به خاطر همینم من این رو اولین شبهه مطرح کردم که محکم ترین ضربه رو توی اولین کلیپ زده باشم. هیچ جوری نمیشه این شبهه رو توجیه یا ماسمالی کرد. راش بهتون بگم، من با دوستان عزیزم توی حوزه های علمیه خیلی سر این موارد بحث میکنم. گفتم که حالا کسانی که تازه با من آشنا شدن، من حدود 27 سال توی حوزه علمیه تحصیل کردم، عمر کمی نیست، و سالهای سال من تدریس کردم. آخرین مدارک علمی حوزه های علمیه رو من دارم. نمراتم هم همیشه نمرات تراز اول حوزه های علمیه بوده. حالا اگه بیشتر از این من به شما بخوام کد بدم، اسم خودم رو فاش خواهم کرد و این کارو نمیکنم. اما معمولا سالی نبوده که من شاگرد اول حوزه نباشم. توی این مدت 27 سال و درس خارج من، حالا تعریف از خود نباشه، یکی از قابل استفاده ترین درس های خارج حوزه های علمی هست، چه در بحث فقه چه در بحث اصول. و طلبه ها خودشون اذعان میکنن که مطالبی که من توی درس خارج میگم جای دیگه ای نشنیدن و من این جایگاه رو هرگز رها نخواهم کرد. یعنی در این موضعی که من در حوزه علمی هستم و تدریس میکنم برای شاگردانم، خیلی بهتر میتوانم دوستانم رو، شاگردانم رو، فرزندانم رو به حقیقت دعوت بکنم تا اینکه من بخوام از این فضا خارج بشم و بیام به صورت یک فرد مخالف و معارض دین اسلام رو نقد بکنم. نه، من به عنوان یک آیت الله دارم دین اسلام رو نقد میکنم. من حافظ قرآنم، مفسر قرآنم، مجتهد هستم، در زمینه فقه و اصول کتاب تألیف کردم، در زمینه فلسفه و کلام کتاب تألیف کردم، بیش از 100 مقاله علمی در مباحث مختلف دارم و دوستان بسیار عزیز و محترمی هم بین طلبه ها و افراد مذهبی دارم و احساس میکنم که در راه تبلیغ حقیقت فرد موفقی بودم. تا الان دوستان بسیار زیادی در حوزه‌های علمی دارم که اینها آتئیست شدن و بعضیاشون رها کردن، این فضا رو خارج شدن و گفتن ما دیگه نمیتونیم دوگانگی داشته باشیم، حالا به اصطلاح منافق گونه رفتار بکنیم، ظاهرمون رو یک فرد مذهبی نشون بدیم و باطنمون این مطلب رو قبول نداشته باشه. اما من این کار رو انجام میدم. یعنی هیئت ظاهری من یک فرد فوق‌العاده مذهبی، مؤمن، با تقوا و عابد و زاهد هست، اما در باطن از خرافه متنفر هستم، در باطن از جهل مردم رنج میبرم، در نمازهایم از عشق خدا گریه نمیکنم، به مظلومیت انسانها میگریم. دوست عزیزی کامنت گذاشتن که با درود فراوان، عزیز من شما تیتر برنامه‌تون یا اشتباه انتخاب شده یا خود شما مذهبی هستید. اینکه آیا دین اسلام یک دین الهی هست یا نه، مهر رسمیت میگذاره روی این مطلب که دین الهی وجود داره ولی اسلام توش نیست. واقعا اینجوری نیست دیگه، این گزاره منطقیه. اگر من ثابت کنم دین اسلام یک دین الهی نیست، دو حالت داره، یا اینکه الهی هست و دین اسلام دین الهی نیست، یا اینکه اصلا الهی در کار نیست و دین اسلام هم خوب به تبع دین الهی نخواهد بود. یعنی اینکه من گفتم دین اسلام دین الهی نیست، ثابت نمیکنه که حتما اله وجود داشته باشه. اصلا به اون مسئله نظری نداره. ما راجع به اینکه الهی هست یا نه توی دوره نقد برهان های اثبات وجود خدا مطلب برای شما عزیزان بیان کردم. اینجا فقط همین که ما اثبات بکنیم دین اسلام الهی نیست کارمون رو راه میندازه. من دیگه اینجا نمیخوام ادله خداشناسی رو بیام رد بکنم، فقط میام یک تعارض علمی مطرح میکنم که شما براتون این مطلب جا بیفته که چه خدایی باشد چه خدایی نباشد دین اسلام غلط میشود. اگه خدایی نباشد که مثلا همه ادیان میشن دین غلط، اگر خدایی باشد حداقل اسلام میشه دین غلط. یعنی این دیگه دین الهی نخواهد بود، چون اگه دین الهی باشه نباید تعارض علمی توش باشه. اگر خدایی بود و این زمین آفریده بود، خب میدونست گرد آفریده دیگه، میدونست تخت نیست، چرا باید تو قرآنش میگفت زمین تخت؟ خب نقد شما وارد نیست. اما اینکه فرمودین شما خودتون مذهبی هستین، عرض کردم توی پاسخ دوست عزیز قبلی، من به لحاظ جایگاه اجتماعی در حال حاضر آیت الله هستم، شاگردانم منو مجتهد خطاب میکنم و درس خارج دارم در حوزه علمیه، هم فقه هم اصول درس خارجه
شلوغی هم هست، یعنی اینجوری نیست که حالا تو کنج حجره بشینه دو تا شاگرد بیاد مثلا استفاده بکنه، نه درس خارجی مطرح و پر هیاهو و پر سر صدایی هم هست. اتفاقا بیشتر از اینکه توضیح بدم، بچهای گمنام امام زمان فردا میاد منو تصویر میکنن و میندازن گوشه زندان و من به این مسئله هیچ علاقه ای ندارم. دوست عزیز فرمودن اسم دورتون رو بگذارید دوره تحمیق و عوام فریبی. چرا؟ چون که گفتن شما فقط حرفای عوام پسند میزنید. تا یک عده که حتی در عمر لای قرآن را باز نکردن گول حرفای بزک شده شما رو بخورن. میشه برای هر ادعایتان آیه مربوطه را بیاورید؟ قطعا این کار را خواهم کرد. اتفاقا مخاطب من عوام نیستن. تا حالا توی دوره ها بارها به مسئله اشاره کردم، مخاطب من بیشتر افراد تحصیل کرده هستن و سعی من بر این بوده که توی این دوره ها بیشتر روحانیون و طلبه ها و فلاسفه و دانشجویان مذهبی رو به حقیقت دعوت بکنم. چون این نخبگان اگر حق را بفهمند، اینا خودشون میشن هر کدوم یک بمب خوشه‌ای و خودشون یک جامعه دیگری رو شروع میکنن به راه راست هدایت کردن. این که گفتین آیه مربوطه رو بیاورید، من حافظ کل قرآن هستم و مفسر قرآن هستم. قطعاً و یقیناً اگر مطلبی در قرآن نباشه، آبروی خودم رو نمیبرم که مطلب اشتباهی رو بیان به دین یا به قرآن نسبت بدم. اما عجله نکنید، من نمیتونم توی یک جلسه 5 جلد کتاب قطور آیه و روایت برای شما مطرح بکنم. اینا رو به صورت فهرست کنه گفتم، به مرور براتون آیات و روایتشو تک تک میارم بحث و بررسی خواهیم کرد. اما این که گفتین قرآن کریم اصلا نفرموده ستارگان به سقف آسمان چسبیدن، از کجا درآوردید این مطلب رو و تعداد زیاد ایموجی خنده؟ معلومه شما خودتون یک بار قرآن رو نخوندید. ما آیه بریم که میفهمید و النجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا، یعنی سوگند به ستاره زمانی که سقوط میکند. ما آیه داریم که میفرماید انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و میفرماید که ما آسمان پایین تر رو با کواکب، یعنی همین ستارگان، زینت دادیم، زینت کردیم. و حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون من کل جانب، یعنی چی؟ یعنی ستاره ها که به آسمان چسبیدن اینها زینت آسمان هستن، اما وقتی شیطانی میخواد بره استراق سم بکنه اینها کنده میشن و به سر اون شیطان میخورن و شهاب ساقط میاد. فاتبعه شهاب ساقط یقذفون من کل جانب، یعنی از هر طرف اینها رو شروع میکنن با تیر زدن و یک شهاب ساقطی این میاد و به این شیطان میخوره و شیطان از بین میره، حالا یا دور میشه یا کشته میشه. خب این مطالبی هستش که در قرآن آیاتش هست، در روایات مفصل تر تفاصیلش هست، یعنی پیغمبر و امامان هم اصرار دارن که بگن این آیات همینه، مطلبش غیر از این نیست. خب شما خودتون بگید که چند بار قرآن رو خوندید. البته منظورم از قرآن خوندن روحانی نیست، من خودم از اوایل دبستان که حفظ قرآن رو شروع کردم و تقریبا از دوران راهنمایی به بعد که قرآن رو حفظ کرده بودم و مرور می‌کردم برای خودم، روزانه حدود 1-3 جزء از قرآن رو مرور می‌کردم برای اینکه حفظیاتم از قرآن از ذهنم نپره. و این نمیشه گفتش که قرآن خوندم، شاید من هر 10 روز هر 15 روز یک دور قرآن رو ختم کرده باشم از اوایل دوران دبستان تا الان. اما زمانی من قرآن رو خواندم که به قصد تفسیر و به قصد نقد علمی قرآن رو باز کردم و خوندم، به عنوان یک متن که دارای محتوا هست شروع کردم قرآن خوندن. قرآن خوندنی که به قصد تبرک و تیمن باشد ارزشمند نیست. قرآن رو باید به این شکل مطالعه بکنید که انگار می‌خواید ازش مطلب در بیارید، می‌خواید مطالبش رو نقد بکنید. اینجوری مش میگیم قرآن خوندن. بعد ادامه دادن که یک سری حرفای بی سر و ته بدون سند، فاقد ارزش علمی و فاقد شرایط تحقیقی که فقط عوام رو خوشایند بیان کردید. واقعا این گونه نیست، یعنی شرایط تحقیقی رو من رعایت می‌کنم. متاسفم برای کسانی که به تعریف و تمجید این سخنان جاهلانه پرداختند. ان شاءالله خدا همه ما رو هدایت کند. من با این دعای شما کاملا موافقم، واقعا از تمام وجودم می‌خوام که همه ما هدایت بشویم، حالا یا خدا ما رو هدایت کنه یا انسان‌هایی که اینها به نماینده حقیقت در جهان هستی هستن و سعی می‌کنن که ما رو هدایت بکنن. دوست عزیز دیگه بیان کردن که عزیز اونقدر روش مانوف دادید و البته از خیلی ها هم سوال کردید، توجه نکردید که این جمله قرآنی و جعل القمر فیه نورا اولا نقل قول است نه سخن خدای تعالی، ثانیا شما فیه نورا بینهن معنی و تفسیر کردید. خب از ادبیاتش معلومه که ایشون طلبه هستن. من واقعا استقبال میکنم از این دوست عزیز گرامی که منت بر سر من گذاشتن و مطالب من رو دنبال کردن و سوالی که به ذهنشون رسید رو مطرح کردن. درود فراوان بر شما دوست عزیز. بله من این مطلب رو بهش اشراف دارم، ولی شما یک مطلبی رو باید در نظر داشته باشید. من این رو در مقدمه بیان کردم، تمام مطالبی که در قرآن بیان میشه چه قول خدا باشه، یعنی ادبیاتش اینگونه باشه که مثلا میگه قل هو الله احد، ای پیامبر بگو خدا احد است، یا مثلا میگه الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد، یا اینکه نقل قول باشه از کسی مثلا فقال نوح فلان، قال مثلا موسی فلان، یا مثلا بیان یک واقعه تاریخی باشه، مثلا میگه ذوالقرنین رفت و به محل غروب خورشید رسید و دید که خورشید داره توی چشمه گلالود فرو میره. اگر این مطلب در کتاب روش تفسیر یا اصول تفسیر
آمده، میتونید اونجا مراجعه بکنید. یا اگه درس تفسیر داشتید توی حوزه، قطعاً استادتون این مطلب رو به شما گفتن. اگر فرد عاقلی مطلبی رو در کتابش نقل بکند و اون رو نقد نکند، تبصره‌ای به اون نزند، در حکم این هست که اون مطلب رو قبول داره. شما تصور کنید که رهبر یک جامعه، پادشاه یک جامعه، رئیس جمهور یک کشوری بیاد در یک سخنرانی مهم، نه توی مجلس دوستان و عوام، نه، در یک سخنرانی سراسری برای کل مردم کشور بیاد بگه رئیس جمهور آمریکا همچین حرفی رو زده و این مطلب رو گفته من میخوام به ایران حمله بکنم فردا. خب اگر این رو بگه و بعد چیز دیگه هم نگه، این حرف رو داره تایید میکنه دیگه، یعنی واقعا رئیس جمهور آمریکا همچین حرفی رو زده و من قبول دارم که اون این کارو میخواد انجام بده. اما اگه قبول نداشته باشه، میگه اون این حرفو زده ولی اشتباه میکنه، اون جرأت این کار رو نداره، اون میخواد ما رو بترسونه، مثلا یه تبصره، یک حاشیه، یک نقدی بالاخره بهش میزنه دیگه اگه قبول نداشته باشه. یا مثلا شما فرض کنید انسان بسیار موجهی هستید، فرض کنید شما استاد دانشگاه هستید، میرید سر کلاس، دانشجوهاتون میخوان از شما علم یاد بگیرن، شما نقل قول علمی میکنید از یکی از دانشمندان، میگید مثلا فلان فیلسوف این مطلب رو بیان کرده، بعد هیچ نقدی هم نمیکنید. دانشجویان حق دارند این مطلب رو بگن که استاد ما موافق نظر فلان فیلسوف هست توی این مسئله، مگر اینکه شما گفته باشید که حالا این نظر ایشون هست، نظر من چیز دیگه ای، حالا من بعدا نظر خودم رو به شما میگم. اگر این حرفو نزنید، بیان یک مطلب بدون تبصره نمایانگر تأیید اون مطلب هست. یعنی اگر خدا این حرف حضرت نوح رو قبول نداشت، باید میگفت البته نوح اشتباه گفته، حالا درسته نیتش پاک بود، میخواست مردمش رو هدایت بکنه، ولی خب حالا این حرفش هم غلطه، این ماه نور هفت آسمان نیست، فالله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما رو از روی زمین نمیرویاند، شما مثلا بر اساس تکامل به وجود اومدید، یا شما بر اساس تولید مثل به وجود اومدید، شما رویده نشدید. این حرف نوح اشتباه است، ولی خب نیتش پاک بوده، آدم خوبی بوده، حالا با نیت پاک خودش با گزارای اشتباه داشت مردم رو به سمت خدا دعوت میکرد، بعد اینجوری میگفت. نکته بعدی که یکی از دوستان تو پاسخ این فرد بیان کردن این بوده که نوح پیغمبر اولوالعزمه، نوح یه آدم معمولی نیست، مثلا هدهد نیست، بلقیس نیست که حالا از بلقیس یا هدهد مثلا مطلبی رو نقل بکنه، پیغمبر اولوالعزمه، پیغمبرای اولوالعزم غیر از حرفی که خدا بهشون بگه بر زبان جاری نمیکنه. اگه قرار باشه پیغمبر اولوالعزم حرف اشتباهی رو بزنه، کلا تمام بساط دین میره زیر سوال. شما دینتون از کی دارین؟ دینتون از این پیامبران اولوالعزم دارین دیگه، دین شما از پیامبران اومده. اگه پیغمبر در رساندن کلام خدا اسمت نداشته باشه، دین به دست شما اشتباه میرسه. همین حرف رو من میتونم راجع به رسول الله بزنم، بگم که ممکنه پیغمبر اسلام هم اشتباه کرده و این مطالب قرآن اشتباهات پیغمبر هست، نه که کلام خدا. شما اونو چی میخواین بگین؟ نکته دیگه که فرمودین فیه نر بینه هنه معنی کردین، این حرف غلطه دیگه، شما ادبیات عرب نخوندید، من کتاب مغن لبیب رو نخوندید. فی با بین کلا معنی متفاوتی داره، بین زمانی میاد مطرح میشود که شما دو چیز داشته باشید، فقط چیز سوم بخواد بین این دو چیز قرار بگیره، ولی فی زمانی است که شما فضای داشته باشید، به اصطلاح عرب ها میگن ظرف داشته باشید و بخواید حالا یک چیزی در این ظرف مظروف بشود. اینجا گفته تمر فیه نه نورا، یعنی در هفت آسمان نور است، نگفته بین هفت آسمان نور است. از لحاظ جهانبینی اسلامی هفت آسمان اصلا بین ندارن، به همدیگه چسبیدن، یعنی فلک ها به همدیگه چسبیدن، بینشون فاصله ای نیست که مثلا حالا ماه بخواد بین آسمان اول و آسمان دوم باشه، نه، ماه درون آسمان هاست، فلک زخامت داره، توی جهانبینی اسلامی فلک زخامت داره و ماه توی گوشته، فلک گیر کرده، چسبیده توی این جسم جامد شیشه ای، ماه چسبیده، دقیقاً فی هست و درست هم هست. بین دوتا آسمون میشه توی مرز دوتا فلک، که اینا مرزی برای دوتا فلک که بینش فاصله باشه قائل نیستن. خب گفته وجه علل قمره فیه نه نورا، یعنی ما ماه رو در هفت آسمان، نگفته در آسمان اول، فیه یا فیها نگفته، نگفته فیها نورا، نگفته فیه نورا، گفته فیه نه نورا. مرجع ضمیر رو دقت کنید، مرجع ضمیر به سبع سماوات برمیگرده، گفته در هفت آسمان نور است. خب شما بگید معنیش یعنی چی؟ خود ماه که بالاخره توی یکی از آسمان بیشتر نمیتونه باشه، نگفته ماه در آسمان اول است، یا ماه در آسمان دوم است، یا ماه در هفت آسمان است، اینو نگفته، نگفته و جعل القمر فیه نه، یعنی ماه رو در هفت آسمان قرار داد، یا نگفته و جعل القمر فی سماء الاول، ماه رو در آسمان اول قرار داد، نه، گفته و جعل القمر فیه نه نورا، اون مفعول دوم رو داشت دقت کنید، گفته ماه رو نور قرار داد، نه اینکه ماه رو قرار داد، جای ماه رو نمیخواد بگه، میخواد وظیفه ماه رو بگه، مفعول به دوم جعل رو بهش دقت کنید، و جعل القمر فیه نه نورا. خب دوست عزیزی بیان کردن که عرض کرده بودم آسمان اول هم جزی از هفته است، پس اشتباهی در کار نیست، پس اول تاکید کردم که اشتباهی در کار نیست، از آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون میشه فهمید بعضی از سماها غیر مادی هستن. حالا اون پاراگراف قبلی که نفهمیدم منظورتون چیه، ولی این پاراگراف که از فی السماء رزقکم و ما توعدون میشه فهمید بعضی از آسمان ها غیر مادی هستن، متوجه منظورتون نمیشم. شما کجاش فهمیدید که آسمان ها غیر مادی هستن؟ عرب های زمان نزول قرآن رزق رو چیز مادی میدونستن، باران رو بهش میگفتن رزق، یعنی اینکه رزق خروجی شما از آسمان به سمت شما نازل میشود، یعنی باران به سمت شما نازل میشود و این باعث میشه که شما محصولات کشاورزیتون رشد بکنه و ثروتمند بشوید. بارون رو هم عرض کردم، عرب های زمان پیامبر این گونه می اندیشیدن که دریایی است در آسمان به نام بحر السماء. حالا بعضیا میگفتن که این بحر السماء بالای همین آسمان اوله و این درش باز میشه میریزه پایین، بعضیا که با مدل بطلمیوسی و مدل نجوم
نجوم یونانی آشنا بودن و میگفتن که ما 7 آسمون داریم، میگفتن این آبها بالای آسمون 7مه و از اونجا باز میشه میریزه به سر ما. و بعدم میگفتن که عرش خدا، چون اینا گفتن مسلمان ها 9 تا فلک رو بهش اعتقاد دارن، یعنی به هیئت 7 فلکی بطلمیوس 2 تا فلک هم اضافه کردن عرش کرسی خدا و شد 9 تا فلک. گفتن و کان عرشه علی الماء، آیه قران ها، یعنی که عرش خدا روی این دریا هست بالای آسمون 7م. شما یه دریای بزرگ در نظر بگیرید و روی اون آب بزرگ یک عرشی هست مثل کشتی که خدا روی اون عرش هست. اگه انیمیشن پاندا کنفوکار 3 رو دیده باشید، توی دنیای معنوی یک دریای نامتناهی رو نشون میده که نیمی از جهان رو اشغال کرده. دقیقاً مسلمان ها و عرب های زمان پیامبر اسلام تصورشون هم چیزی بود، یک دریای بی‌نهایت که نیمی از جهان رو گرفته و آسمان ها رو مادی در نظر می‌گرفته. همین که میگه نور ما به این 7 آسمان میرسد، یعنی باید مادی باشه که نور برسه دیگه. اگه معنوی باشه، نور فقط تو مختصات مادی حرکت میکنه. نور یک ذره فوتون بردار حرکتش معلومه، قشنگ معلومه نور داره در این راستا حرکت میکنه. باید آسمان های دیگه هم در مختصات این دنیا تعریف بشوند. آسمانی که در مختصات این دنیا تعریف بشه میشه مادی. آسمان معنوی، آسمان غیر مادی در مختصات این دنیا تعریف نمیشه. مثلا تو فیلم ماتریکس اون مزرعه‌ای که انسان ها توش اسیر هستن و تو کپسول هستن، توی دنیای ماتریکس تعریف نمیشه بعد مختصاتش. یعنی شما هر چقدر هم توی ماتریکس با موشک حرکت بکنید به کشتزارها نمیرسید. خوب بهش دقت بکنید، این که گفته شما نورتون به اونجا میرسه یعنی آسمان ها همه مادی هستن. این که تو قرآن هست در آسمان باز میشه، یه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، میگه در آسمان برای کفار باز نمیشه و اینا وارد بهش نمیشن تا اینکه مثلا شطور یا سوراخ سوزن عبور بکنه. یعنی اینقدر محاله که در آسمان برای کفار باز بشه و اینا برن بهش. دقیقاً تصورشون از بهش سرزمینی بوده که باید در آسمان باز بشه و شما از اون در برید بیرون و وارد بهش بشید. دقیقاً مثل فیلم تورمن شو. گفتم مسیحی ها همچین باوری دارن، اصلا دین اسلام شاخه ای از مسیحیته، یک مذهب از مذاهب یهود و مسیحیت حساب میشه، یعنی دین مستقلی نیست. تقریر پیامبر اسلام از دین یهود هست، خیلی بیشتر به یهود نزدیکی ما، و از دین مسیحیت هم استفاده هایی کرده پیامبر اسلام و گلچینی از دین یهود، دین مسیح و گفته های سلمان فارسی. یعنی کلا دین اسلام تشکیل شده از این سه مطلب، چون دایه خدیجه زن پیغمبر بزرگترین دانشمند عربستان در دین مسیحیت بوده و خدیجه جزء معدود آدم هایی بوده در عربستان که علاوه بر اینکه سواد داشته، علم و دانش فراوانی هم داشته و در مدت 25 سالی که پیامبر اسلام با خدیجه ازدواج کرده بود، کاملا زمان برای انتقال این علوم به پیغمبر اسلام بوده. مگه میشه واسه زنی سواد داشته باشه 25 سال با شوهرش توی خونه زندگی کرده باشه و خواندن نوشتن به شوهر خودش یاد نده؟ خیلی عجیبه، به خصوص فردی مثل پیامبر اسلام که خیلی دنبال علم و دانش بوده، خیلی کنجکاو بوده از لحاظ علمی اتفاقا. و سلمان فارسی هم قبل از اسلام به صورت غلام در مکه و مدینه بوده و از دوستان پیغمبر بوده و در خود قرآن هم به این مطلب اشاره شده که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. یعنی عرب‌ها میگفتن همین رفیقت داره بهت این آیه قرآن رو یاد میده، پیغمبر میگه بابا اون که عجمیه، یعنی فارسیه زبونش، اینها آیات عربی هستن، یعنی زبون اینها عربی هست، این آیات رو اون به من یاد نداد. اما ما بعدها حالا توی نقد دین اسلام به این مطلب خواهیم رسید. بسیاری از محتوای دین اسلام کپی برداری از کتاب‌های ایران باستان است. مثلا ما کتابی داریم به نام ارداویرافنامه و حدیث معراج پیامبر اسلام فتوکپی برابر اصل ارداویرافنامه است، بدون رعایت کردن حق کپی رایت. یعنی مو به مو، جمله به جمله مطالب ارداویرافنامه رو پیامبر اسلام به عنوان حدیث معراج برای مردم خودش نقل کرده. یا مثلا داستان ذوالقرنین رو سلمان فارسی از روی اسکندرنامه هایی که به زبان پهلوی ترجمه شده بود به پیامبر اسلام میگه و پیامبر اسلام در قرآن میاره. جناب فردوسی هم در شاهنامه خودش از روی همین اسکندرنامه های به زبان پهلوی به صورت مفصل داستان ذوالقرنین رو بیان میکنه. یعنی داستان ذوالقرنین در شاهنامه خیلی کاملتر و جامعتر هست از اونی که در قرآن اومده. فقط کافیه شما متن اصلی داستان رو برید مراجعه بکنید و کاملا متوجه میشید که پیغمبر چگونه از محتوای ایران باستان کمک گرفته در دینش. احکام و فقه ما هم که تقریبا بدون کوچکترین اختلافی احکام دین یهود هست. کسانی که فقه یهود کار کرده باشن متوجه منظور من میشن. و جهان بینی اسلام هم جهان بینی مسیحی هست. ما بحث آفرینش انسان رو نمیدونم، بحث فرشته ها و ملائکه و بهشت و جهنم و خدا و هر چیزی که شما در جهان بینی اسلامی مشاهده میکنید تقریبا بدون کوچکترین اختلافی در جهان بینی مسیحی هم وجود دارد. اینو میتونید با اندک تحقیقی بهش برسید. خب پس آسمان ها از نظر اسلام آسمان های مادی هستند. آسمان معنوی نمیتونه در داشته باشه. از آسمان معنوی نمیشه عبور کرد و رفت به بهشت رسید. در آسمان معنوی نمیشه معراج رفت. ببینید معراج پیامبر اسلام فلاسفه هم مطرح میکنن، اونجوری که در قرآن اومده و اونجوری که در حدیث معراج اومده معراج مادی است، یعنی با بدن مادی پیامبر اسلام معراج رفته و وسیله فیزیکی پیغمبر رو بالا برده. وسیله بوده به نام براق، حالا موجودی بوده که از خر بزرگتر، از قاطر کوچکتر، شاید سفینه بوده، یک فرازمینی اومده پیغمبر رو سوارش کرده و برده تو آسمون ها. من قصد ندارم که مسخره بکنم محتوای دین اسلام رو، نه محتوای دین اسلام رو من مطرح میکنم، شاید واقعا محتوای دین اسلام درست
درست باشه. من نمیخوام مسخره کنم بگم خب این چه خریه که بال داره و از خر بزرگتر از قاتل کوچیکتر. نه، کاملا احتمالش هست موجودات هوشمندی در این کهکشان بی حد و حصر زندگی میکردن و میکنن و اونا مثلا 1,000,000 سال زودتر از ما به تکامل رسیدن و زودتر از ما سفینه اختراع کردن، زودتر از ما اومدن سیارات دیگر رو مستعمره کردن و حالا دیدن یک جوان جویای نامی هم در عربستان هست، اومدن با یه سفینه بچه‌ای که اندازه یه دونه خر بالدار بوده پیغمبر رو سوار کردن، بردن توی آسمون‌ها توی سفینه‌های خودشون و اونجوری که استاد ما میگفت 7 طبقه داشتن سفینه. این پیغمبر هم فکر می‌کنه این طبقه 7 آسمانه، از طبقه اول سفینه به طبقه دوم که می‌خواست بره در بوده، نگهبان بوده و بالای اونها هم خلاصه بهشت و جهنم و خدایی که مثلا پیغمبر در مقابلش تعظیم می‌کنه، تکریم می‌کنه، سجده می‌کنه، دستوراتی به پیغمبر میده، یک موجود فرازمینی بوده. حالا پیغمبرم تو حدیث معراج میگه من ندیدم اصلا قیافه خدا رو، خیلی سیاه بود، تاریک بود، اتاقی که نشسته بود فقط صداشو می‌شنیدم و کاملا هم احتمالش احتمال عقلایی است. امروز هم کسی نمی‌تونه این احتمال رو رد بکنه. من نمی‌خوام مثل بقیه نقادان دین اسلام همش بگم پیغمبر اسلام دروغ گفته، نه، حرف من این نیست. من حرفم اینه پیغمبر اسلام شاید راست میگفته، ولی این چیزی که گفته چیزی بوده که اون درک کرده. اینوش خوب دقت بکنید، پیغمبر یک داستانی رو نقل میکنه، حالا یا این رو کلا از اردویرافنامه برداشته کپی کرده، یعنی داستان نویسی کرده، اصلا معراجی در کار نبوده و دروغ گفته که احتمالش خیلی زیاده چون که خیلی شبیه اردویرافنامه است، یا اینکه نه، هر دو نفر رو موجودات فرازمینی اومدن سوار یه شاتلی کردن بردن توی سفینه و مشاهدات هر دو تاشون یکی بوده. احتمال داره که وقتی دو تا متن مثل هم هستن یکی از دیگری کپی کرده باشه، احتمالم داره که جفتشون از روی حقیقت نوشته باشن. یعنی یک احتمال 1% هم شما بدین که پیغمبر راست میگفته، مشاهداتش رو خالصانه و صادقانه نقل کرده برای ما. حالا دیگه وظیفه ماست که دانشمند هستیم و مشاهدات این فرد رو باید تحلیل بکنیم. مشاهدات که به خودی خود ارزشمند نیست، مشاهدات زمانی ارزش پیدا میکنه که از روی اون بتونیم نظریاتی رو انتزاع بکنیم. اما دین اسلام در هر حال تمام آسمان ها رو مادی میداند. این رو بعدا علمای اسلام اومدن، فلاسفه اومدن و آسمان ها رو غیر مادی تعریف کردن. اینجوری نیست، واقعا نظر اسلام اینه که تمام 7 آسمان و بهشت و جهنم و عرش و کرسی خدا و معاد، یعنی زندگی پس از مرگ، همش مادی و جسمانی است. و فلاسفه خب نمیتونن اینا رو بفهمن، مثل آقای ابوعلی سینا میگفته من نفهمیدم، پیغمبر راست میگه حتما و من نمیفهمم، معاد جسمانی برای من توجیه ندارد. و مطالب دیگه که احساس میکنم به محتوای کلیپ خیلی مرتبط نیست پس من اونارو پاسخ نمیدم. امیدوارم که اگر سوالی یا شبهه بوده مطرح شده باشه. بحث تعارض نور ما تعارض بسیار مهمی است. خواهش میکنم ازتون یکی دو بار دیگه کلیپ رو با دقت نگاه بکنید، مسلط بشید بهش و برید برای دیگران سوال رو مطرح بکنید. سوال بسیار مهمی است، تا الان کسی نتونسته جواب من رو بده. از سالها پیش که من این سوال رو برای اولین بار مطرح کردم تا امروز این مطلب رو من به بحث نشستم، حتی یک نفر از اینها نتونسته پاسخ قانع کننده به من، حتی یک نفر. بسیاری از این دوستانی که من باشون مباحثه کردم توی شبکه‌های اجتماعی، من از متن مباحثات اون اسکرین شات گرفتم، یعنی اگر ترس از این نبودش که من هویتم افشا بشه، مستند تمام این اسکرین شات های مباحثاتم با آیت الله های معروف رو برای شما منتشر می‌کردم. شاید هم اینا کلیپاش آماده کنم، اواخر عمرم اینا رو بهم بگذارم که شما ببینید که من با فلان آیت الله که شما حتی تصور نمی‌کنید بتونید برید وقت بگیرید ازش باهاش صحبت بکنید، من با ایشون رفتم صحبت کردم، مباحثه کردم، چه سوالی من پرسیدم و چه جوابی ایشون داد. اینها رو احتمال بسیار زیاد من متنش رو آماده می‌کنم، کلیپاش آماده می‌کنم و یه هارد می‌ریزم و وصیت می‌کنم به فرزندانم، به دوستانم که پس از مرگم محتوای این هارد رو منتشر بکنم. امیدوارم که همواره در زندگی دنبال حق و حقیقت باشید. این خیلی لفظ مقدسی است، لفظ حقیقت. امیدوارم که تمام معنی زندگی شما از حق جویی و حق طلبی بیاد و امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.